به نام خدا. سلام، خوش اومدید به این جلسه از آموزش سفتاسد انتگرال. در این جلسه میریم سراغ توانهای فرد و زوج سینوس و کوسینوس، یعنی انتگرال هاشون رو بررسی میکنیم. بریم که ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم. در این جلسه میخوام این انتگرال ها رو بررسی کنم. انتگرال اول رو میگم سینوس به توان n u du برابر استش با، و یکیش هم کوسینوس رو می‌نویسیم که اینجا میگیم n عضو اعداد فرد هستش، او نماینده اعداد فرد هستش برای سینوس و کوسینوس. اینا رو محاسبه می‌کنیم. میایم این کار رو انجام میدیم که می‌نویسیم انتگرال، ببینید n برابر هستش با 2k به اضافه 1. چرا؟ چون اعداد فرد 2k به اضافه 1 یا 2k منها 1 هستش. من نمیخوام 2k منها 1 رو بنویسم تا توانم منفی بشه، همون 2k به اضافه 1 رو میگیرم. میام می‌نویسم سینوس به توان 1 x در سینوس به توان 2k x دی x. این مگه همون 2k به اضافه 1 رو نمیسازه که مساوی n هستش؟ اینجا گفتیم چون عدد عدد فرد هستش. بله، طبق قانونی که در توان ها داریم، توان پایه ها سینوس، توان ها جمع میشه، میشه 2k به اضافه 1، همون n میشه. بعد یه فرمولی هم ما داشتیم، اتحاد مثلثاتی، که می نوشتیم سینوس به توان 2 یو به اضافه کوسینوس به توان 2 یو مساوی 1. از اونجا می نوشتیم که سینوس 2 یو مساوی است با 1 منهای کوسینوس 2 یو، و کوسینوس 2 یو مساوی است با 1 منهای سینوس 2 یو. اینا رو می تونستیم بنویسیم. حالا من از اونا میخوام اینجا استفاده بکنم. برای این بنویسم انتگرال سینوس یو در یک منهای این دوکا رو ببرم بالا. بذارید کامل بنویسم. اینو بنویسم سینوس دوی یو به توان کا دی یو. بعد بیام بنویسم انتگرال سینوس یو در یک منهای کوسینوس دوی یو دی یو. به این صورت میتونم اینو قرار بدم. حالا اینجا ما با یه تغییر متغیر مناسب میتونیم ادامه کار رو داشته باشیم، که من میام میگم تی رو برابر کوسینوس یو میگیرم، اون وقت دیتی یعنی مشتق برابر میشه با منفی سینوس یو دی یو. حالا اینجا یه منفی هم پخش کنیم به خودمون بذاریم بیرون و داخل، میتونیم اینو به این صورت بنویسیم که انتگرال یک منهای کوسینوس دور همون تی دو بگیریم، چون اینجا تی رو کوسینوس یو گرفتیم، یک منهای تی دو، اینم یه به توان کا داشت دیگه بالا، به توان کا دی یو که تبدیل شد به دی تی. چرا تبدیل شد به دی تی؟ ببینید گفتیم که منفی سینوس یو در دی یو، منفی سینوس یو در دی یو برای ما دی تی رو ساخت، اینم دی تی منفی هم که پشت گذاشته بودیم دیگه. این انتگرال رو میتونیم به این صورت محاسبه بکنیم. همین پایان کار ما هستش. حالا توان رو هر چقدر بده الان پایین براش مثال میزنیم تا جا بیفته. برای کوسینوس هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه دوباره n عضو اعداد فرد باشد، میتونیم بگیم انتگرال کوسینوس به توان n u d u مساوی هستش با انتگرال کوسینوس u در کوسینوس به توان 2 u به توان کا دی یو، مساوی استش با انتگرال کوسینوس یو در یک منهای سینوس دوی یو به توان کا دی یو. بعد دوباره بیایم بگیم تی مساوی استش با سینوس یو، تی
تی مساوی هستش با سینوس یو، اون وقت دی تی برابر هستش با کوسینوس یو دی یو. حالا بیایم قرار بدیم اینجا انتگرال کوسینوس یو دی یو برای ما میشه دی تی، این هم که میشه یک منهای سینوس دو، همون میشه یک منهای تی دو دی تی. این هم از انتگرال این که تغییر متغیر رو اینجا گفتم تا جلوتر مفهومش رو بدونید. بتوان کا یک کا داشت، چون اینجا الان میخوام مثالش رو بزنم اون لازم ما خواهد شد. حالا یه مثال حل بکنیم، میگیم انتگرال کوسینوس بتوان 5 ایکس دی ایکس. اینو میتونم بنویسم انتگرال کوسینوس ایکس در کوسینوس بتوان 2 ایکس بتوان 2 دی ایکس، طبق اون روابطی که بالا گفتم میتونیم این رو قرار بدیم. این میشه کوسینوس به توان 4 در این ضرب میشه کوسینوس به توان 5، همینی که نوشتیم. حالا می نویسم انتگرال کوسینوس ایکس در یک منهای سینوس به توان 2 ایکس به توان 2 دی ایکس. از اون اتحاد اینجا استفاده کردم، به جای کوسینوس 2 نوشتم. بعد میتونیم دوباره بگیم تی برابر استش با سینوس ایکس، پس دی تی برابر میشه با کوسینوس ایکس دی ایکس، درسته؟ حالا میتونم اینجا قرار بدم انتگرال کوسینوس ایکس دی ایکس میشه دی تی، اینم سینوس میشه یک منهای تی دو، یک منهای تی دو به توان دو دی تی مساوی هستش با، حالا توان رو پخش کنیم یعنی اتحادمون رو باز کنیم، میشه یک منهای دو تی دو به اضافه تی چهار دی تی. حالا من میتونم انتگرالش رو بگیرم. انتگرال اینو بلد هستید، این میشه تی منهای دو سوم تی سه، دیگه اینه رو قبلا تدریس کردم، به اضافه چقدر؟ یک پنجم تی پنج. حالا به جای تی که مساوی بود با سینوس ایکس میتونم اینا رو قرار بدم که میشه سینوس ایکس منهای دو سوم سینوس به توان دوی ایکس به اضافه یک پنجم سینوس به توان پنج ایکس. این هم مرحله آخرمون که میتونیم پیدا بکنیم. یه مثال دیگه بزنیم، انتگرال سینوس به توان 3 ایکس دی ایکس مساوی هستش با، می نویسیم انتگرال سینوس ایکس در سینوس به توان 2 ایکس دی ایکس مساوی هستش با انتگرال سینوس ایکس یک منهای کوسینوس 2 ایکس دی ایکس مساوی هستش با. حالا بیایم اینجا اینو تی بگیریم، پس دی تی مساوی میشه با منفی سینوس ایکس دی ایکس. خب یه منفی اگه اینجا به هر دوتاش پخش کنم، یه منفی پخش کنم میشه منفی انتگرال، منفی انتگرال منفی سینوس ایکس در دی ایکس میشه دی تی. این هم میشه این توان داشت یا توان ندارد دیگه، یک منهای اینجا میتونم تی دو رو بنویسم، تی دو یک منهای تی دو دی تی دی تی مساوی میشه با. حالا دیگه چون توان نداره من به راحتی میتونم ازش یه انتگرال بگیرم، این منفی اینجا ببخشید این منفی اینجا میشه تی منهای یک سوم تی سه.
حالا من تی رو که برابر رو گرفته بودم با کوسینوس ایکس اینجا قرار میدم، میشه یک سوم کوسینوس به توان سه ایکس منهای کوسینوس ایکس. به همین راحتی میتونم این رو هم محاسبه بکنم. این هم از توانهای فرد سینوس و کوسینوس که برای هر کدومشون یه مثال زدیم، که مهمترین مثال ها هم همین هستن. زیاد میبینم که اینا رو تو امتحانات میدن. از توان پنج به بعد هم فکر نکنم بدن، چون واقعا محاسبش خیلی خیلی طولانی خواهد شد. خب در جلسه بعد هم میریم سراغ توانهای زوج سینوس و کوسینوس، بعدش میریم تانجانت و کودانجانت، سکانت و تانجانت رو بررسی میکنیم تا این انتگرال ها هم به طور کامل پوشش داده بشن. بعدش هم که یه انتگرال به روش های دیگر رو بررسی میکنیم، انتگرال توابع هیپربولیک و وارون مثلثاتی رو با هم دیگه خواهیم داشت تا انتگرال یگانه به طور کامل پوشش داده بشه. در آخر هم حل مثال برای انتگرال خواهیم داشت. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا جلسات بعدی، بدرود.